سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به کانال تلگرامی بنده. کانال تلگرامی چه چنل یوتیوب بنده. تو این ویدیو میخوام بریم نانو لیف درست کنیم که خیلی قشنگ و میاد روی بک‌گراند ما قرار میگیره. میخوام بریم اینو درستش کنیم. پس بریم که مواد لازمش رو ببینیم. قبلش لایک، کامنت، سابسکرایب چنل ما یادتون نره که خیلی مهم میکنیم تا من برای شما ویدیو بسازم. پس بریم ببینیم که لوازم ما چیه و به چیا نیاز داریم. بریم. خب به مهمترین چیزی که نیاز داریم کارتون، چند تا تک کارتون، بعد از اون چسب 1-2-3 من حالا کوچیکش دارم، و بعد از اون ریسه LED. شما میتونید از ریسه LED RGB دار استفاده کنید که من ریسه LED RGB دار دارم، ولی نمیخوام استفاده کنم. من میخوام رنگ بنفش داخل این استفاده کنم. چاقو و اینکه خط کش. و نکته بعدی که نیاز داریم کاغذ. من الان کاغذ رو اونجا آماده نکردم، داشتم میام که قسمت کارش داریم. پس بریم که با هم دیگه تیکه تیکه. خب نکته بعدی اینجا که شما میتونید هر اپ‌هایی رو که دوست دارید روی اینا اعمال کنید. من میخوام که ده در ده باشه، نه از اینجا تا اینجا باشه، و هر تعدادی که میخواییم میتونید درست کنید. اگر که 5 تا نانو لیف خواستید بعد 10 تا درست کنید، چون یکم بیاد روش قرار بگیره. حالا میریم میبینیم که چند تا نانو لیف میتونیم با اینها درست کنیم. پس من میرم سرعت ویدیو رو هم زیاد میکنم، پس شما ببینید. خب همینجور که دارید تماشا میکنید سرعت ویدیو زیاد شده. کل ویدیو شده بود 1 ساعت و 20 ثانیه که الان سرعتش زیاد شده و شده 8 دقیقه و 38 ثانیه. الان من دارم به تعدادی که مقواها رو بریدم و حالا دارم در واقع برشون نه درست درخشت الان دارم مثلثی ها رو میکشم که میتونم درشون بیارم، و شما با تعدادی که میخواهید میتونید درست کنید. حالا میتونید 10 تا درست کنید، میتونید 20 تا درست کنید، و هر تعدادی که میخواد. حالا من اینجا اشتباه رو کردم و به جایی که 10 سانت رو جدا کنم کل مقوا رو، و الان دارید میبینید دارم دوباره درستش میکنم. اگر که وقت بذارید راحت میتونید اینو درستش کنید، چون یکی از یوتیوبرها کارو انجام داده بود و گفته بود که 2 روز میشه. من اومدم که 1 روزه این کارو انجام بدم و واقعا فهمیدم که 2 روز وقت میبره تا من خواسته باشم اینو درست کنم، و این ویدیویی که الان شما دارید میبینید در 2 روز ساخته شده. خب الان دارم من ابعادش رو درست میکنم. بریم که تا مرحله بعدیش. لایک، کامنت و سابسکرایب چنل ما رو یادتون نره که خیلی دارید حمایت میکنید و ما رو دارید زیادتر میکنید تا بیشتر باشیم، و کاری میکنید که من بیشتر ویدیو بسازم و براتونم بذارم. دستتون درد نکنه که شما رو فالو میکنید. خب حالا که ما قوار رو به صورت مثلث در آوردیم، حالا میریم به اندازه 10 سان، چون من الان ابعاد مقوام 10 در 10 هست. حالا باید سالت 2 سانت در 10 سانت درست کنم و بچینم که بذارم دور تا دورش. به هر تعدادی که شما مقوا درست کردید باید بچینید دیگه، باید 3 تا بذارید که اینجا چند تام اضافه چیندم که حالا اگر که خراب شد مشکلی براش پیش اومد داشته باشم. بازم بریم که ببینیم. من اینجا صدا را قطع کردم که اگر که دیدید قسمت های قبلی اصلا صدا نه، بدونید که کپی رایت خورده.
خب حالا میریم برای مرحله چسبوندن این مستطیل هایی که درست کردم، نوارهایی که درست کردم و بچسبونیم به سه طرفشون. حالا به اندازه که درست کردیم این کار رو انجام میدیم. حالا روز دومه، من اینها رو چسبوندم به ابعادی که میخواستم. میخوام برم بچسبونم، میبینیم چیزی رو کلان میخوام و طرحی رو که مورد نظرم رو میرم درست میکنم. خب من این رو درست کردم و دورش رو با رنگ سفید رنگ کردم که یکم رنگ مقوای بیاد بیرون. حالا میرم که ریسه رو وزن کنم. الان دارم تستش میکنم که ببینم چطوره. خوب، اگر خوبه همینجا بچسبونمش. من ریسه رو نچسبونم، یعنی داخل مقوا نیاز به چسبوندن نبود چون سفت و محکم وای میست. خب حالا بریم سراغ کاغذها و کاغذها رو هم بیاریم و بچسبونیم روش. خب من کاغذها رو مثلث 10x10 سانت بریدم و حالا میریم که بچسبونیم روش. اگر که کاغذتون شفافتر باشه خیلی قشنگتر میشه و اینکه شما میتونید با دستمال کاغذی هم این کار انجام میدید، اما دستمال کاغذی زود پاره میشه. من از کاغذ استفاده کردم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بس بریم ادامه ویدیو رو تماشا کنیم. چیزی بهتون بگم، من ویدیو رو آپلود کردم داخل یوتیوب، بعد یادم اومد که الان صدا گذاری رو نکردم، ویدیو رو رفتم پاک کردم و دوباره آوردم و الان دارم صدا گذاری میکنم و دوباره داخل یوتیوب آپلود کنم. شاید یکم دیر وارد یوتیوب بشه و شما هم ببینید. لایک و کامنت هم یادتون نره ها، خیلی حمایت کنید. نظرتون حتما بهم بگید که حالا خوب شده بعد چرا. میدونم که بعد میشه، حالا دیگه بهم بگید دیگه. چون از مقوایی که استفاده کردم خوب نه و من خواستم از ریسای RGB دار استفاده کنم، چون ریسای RGB دارم بزرگتر بود، باید از مقوای بیشتری استفاده میکردم تا قشنگتر بشه. مقوا زیاد نداشتن و گفتم که ریسای RGB دارم رو بعدا استفاده کنم ازشون که مقوای بهتری بیارم و اینکه قشنگتر باشه. حالا این رو درستش میکنیم، تستش میکنیم. اگر خوب نشه اصلا کار، ریساییه که ما ازش استفاده کنیم، ریسا رو در میاریم. خب این از مثلث آخری و حالا بریم کارش. خب حالا بریم که سیمش رو وز کنیم بهش. خب حالا من دارم این وسط های مقوا که یکم پیده رو رنگ سفید رنگش میکنم. حالا بریم بزنیم داخل برق ببینیم که رنگش چجوره. خب این هم من الان زدم به برق، میبینید من بکگراندش رو زرد کردم. زیاد خوب نشد آره، ولی حالا در حد مبتدی خوبه. اگر تا اینجا ویدیو رو دیدی لایک کن، کامنت بذار، سابسکرایب هم بکن. دوست دارم.